وطن تاریک وطن تاریک، امروز دلم از تاری موی باریک، امروز طالبا کده جنایات بسیار، خداوندا سرش شاهید، امروز خداوندا سرش شاهید، امروز وطن تاریک شده پیش نظر من، مکتبا بند شده در روی دختر من، مکتبا بند شده در روی خواهر من. سلام و صبح بخیر خدمت تمامی هموطنهای خوب و نازنینم در سراسر دنیا، افغانهای عزیز و افغانستانی هاری گل، صبح زیبای شما بخیر. امیدوار هستم هر جای دنیا هستید عزیزان دل در پناه خداوند یکتا و یگانه باشید. هموطنهای عزیز و نازنینم، روزهای خوب و خوش را داشته باشید. هر جای دنیا هستید از زندگی لذت ببرید. سلام دیگری دارم خدمت تمام فارسی زبانای عزیز در سراسر دنیا. امیدوار هستم هم زبانای ما هر جای دنیا هستید در پناه خداوندی یکتا خوش و خندان و سرزنده و سرحال بوده باشید. عزیزان دل صبح زیبای شما بخیر. صبح زود هستم ما با یک شعر بسیار غمگین یا یک ترانه بسیار غمگین شروع کردم. خود چی کنم، نمیتونم فراموش کنم که وطنی داشتیم یک وقتی، دختران مکتب میرفت، زنا آزاد میگشتید، در سرگاه کابل شکر میزدن، دختران با سرپتلونی میگشتید، بعضی هایشان چادران میرفت، بعضی هایشان مویایشان شانه کرده، در زمانهایی پیش از این که طالب بیایه و پیش از این که افغانستان اینا بگیرن، افغانستان خیلی یک افغانستان خوب بود. افغانستان بود، نه طالبستان، نه اماراتستان. یک افغانستانی داشتیم آزاد و پر جنب و جوش. پشتون زندگی میکرد، هزاره زندگی میکرد، ازبک و تاجیک و ترکمن و پشه‌ای زندگی میکرد. و حالی در افغانستان یعنی ابری پیدا شده، تمام افغانستان سایه انداخته، مردم وحشت دارن، مردم میترسن، مردم زنها در خانه هستند، دخترها در خانه گریه میکنن، مکتبا برایشان بند شده. و من نمیفهمم این نسل پنجاب چرا با زن قدر دشمن هست. من نمیفهمم این اشغالگرای پاکستانی چرا با زن اینقدر دشمن هست. در پاکستانشان خب دخترها آزاد میگردن، در پاکستانشان حتی زنایشان پایلوج و سرلوج در مکتب میرن، ولی نمیفهمم چرا در افغانستان ایت آمده زنای ما را قلف کرده و دخترای ما را قلف کرده. آیا اینا از زن میترسن؟ هیچ جای شک نیست طالب از زن میترسه، چون زن افغانستان غیرت داره و مردایشان بی غیرت هستن، به خاطر همو از زن میترسه. میگه اگر زن مکتب خواند، ما دیگه نمیتونیم این کارهایی که حالا میکنیم وقت بکنیم، به خاطر اینا ما را قبول نمیکنه. زن اگر درس خواند، زن اگر آزاد بود، او کشور رفت آمدی خارجی داره. زن اگر آزاد بود در افغانستان تلویزیونی هست، کنسرتی هست و هم مردم آزاد هستن و این چوچه های پنجاب از این میترسن. این چوچه های پنجاب که امروز آمده ملایشان جنایت میکنه، سربازشان، پلیسشان جنایت میکنه و خودشان جنایت میکنه، بچه را نکاح میکنن، بچه با بچه نکاح میکنن، در هر جای بچه های 12 ساله را نکاح میکنن، دخترهای 9 ساله را نکاح میکنن. اینا چی دینی هستن عزیزان؟ این چی دینی هست که بر ضد زن است و کودک آزاری، یا کودک به زور
برای مرد 60 ساله دختر 9 ساله را میتا. این چی دینی هست؟ آیا این دین پا بر جا خواهد ماند؟ آیا این دین مردم قبول خواهد کردن که در افغانستان این دین باشه؟ یعنی مردم از این دین نمیگریزه؟ مردم از این دین خارج نمیشه؟ این یک سوال هست برای من. دختر امنیت نداره، زن امنیت نداره، اینا به نام اسلام هر کاری را میکنن. در عربستان سعودی اسلام از عربستان سعودی ظهور کرد. ببینین امروز چقدر پیشرفت است و چقدر مردم دارا هست و زندگی ها را ببین. و در تمامی امارات، در تمامی امارات یعنی همو چی میگن یونایتد عرب، اینا مسلمان هستن، ولی مسلمان طالب فرق میکنه با همه مسلمان ها. طالب یک دینی را آورده و یک اسلامی را پیاده کرده که مردم در این روزها از دین گریزان هستن. از زمانی که طالب آمده اگر سرشماری شوه، مردم آزادانه بگویه که ما از دین گشتیم، شاید 2 میلیون یا زیادتر 3 میلیون افغان مسیحی شدن از زمانی که طالب آمده. بعضی هایشان بدین شدن، بعضی هایشان که می گفتن حداقل اعتراض می کردن، امروز میگن ما این دین قبول نداریم. این چی دینی هست؟ این چی دینی هست که مردم از دین گریزان کردن؟ من مطمئن هستم در افغانستان اگر طالب آزان بگویه هیچ دختر نماز نمی خوانه و هیچ زنی تایید نمی کنه که در آزان طالب نماز بخوانه. این من مطمئن هستم. شاید مردا از ترس جانشان بوره استاد شود ماجید، ولی من باورم نمیشه که وقت طالب آزان بگویه هیچ زنی نماز بخوانه. بیاین ریا نکنیم، بیاین دروغ نگوییم، بیا این حقیقت رو بگوییم. آیا همه قسم نیست؟ من خود 100% باورم میشه که در افغانستان هیچ کسی طالب خوش ندارم، ولی از ترس جانشان حرف گپ نمیزنم. زمان جمهوریت اگر دزدی بود مردم آزاد بود، دزدا کار خودشان سرگرم بودن. اگر کرزه دوزی میکرد خب مردم آزادانه گبش هم ایزد آزادانه کارشانه میکرد. غنی اگر دوزی میکرد خب مردم آزاد بودن. اگر عطا و عبدالله و محقیق و دیگه دوزای چوچش اینا دوزی میکرد حداقل زنها آزاد بودن. و امروز دوزا گریخته و آدم هایی آمده که خود نماینده خدا میدانن، زن دختر و مادر یک جایی میگیرن نکاح میکنن و میرد از روی خانه خدا اذان میده، پیش نماز مسجد استاد میشه. این چی دینی هست؟ یعنی شما خیال میکنین مردم افغانستان طالبا، مردم افغانستان یکقدر احمق هست که شما خیال میکنین به ضرب چوب اینا را بخواین در آب ببرین؟ شما خیال میکنین که مردم از زور میتونین در دین خودتان در بیارین؟ افغانستان یک وقت اسلامی بود، نامش اسلامی بود، کس تا کار کس کار نداشت. هیچ کسی نمیگفت که اون دو به دین خود بود، یهود به دین خود بود، در هم افغانستان در هم کابل. در هرات یهودی بود، در کابل یهودی بود، در مزار شریف یهودی بود. هندوسک در تمام افغانستان، حتی در جاهای پشتونشین در جلال آباد، اینا خانه داشتن، دکان داشتن، کس کارشان نداشتن. ولی زمانی که اینا آمدن کلگیشان گریختن. گریختن. افغانستان ایلا کردن. شما خیال میکنین مردم شما را قبول میکنه؟ آیا او ملل متحده که در افغانستان کار میکنه شما را میبینه؟ او گزارشتان بیرون نمیته؟ او امریکایی که شما را خرج میته؟ اما تو پول براتان بوجی بوجی میارم. او نمیفهمه که شما چی میکنین؟ اینی خیال کردین اینام زد زن هستن؟
در داخل هم که نفری که شما رو کمک بکنه، مثال ما امریکایی هست، یعنی یک دانه آدم نیست که بگه که اینا ضد زن هستن، اینا آمدن نسل انسان ها رو منقلید کنه. چرا مکتب رو باز نمی کنین؟ چوچای پنجابی ها، نسل پاکستانی، چرا اومدین افغانستان ما رو گرفتین، مکتب رو بسته کردین؟ تا چقدر دیگر هم میخواین در افغانستان باشین، همه قسم جنایت کنین؟ ما از شما نمیترسیم. من خود من شاید ما آینده کابل بیاییم و خدا اگه یه جینمی قد ترس از شما داشته باشم. من ببینم در رای من مثل امو دختری که از انگلیس آمد، از خودتان بود، ببینم در رای من میایین یا نمیایین، یا هزاره گفته من ردم میدانی و این نفله میکنین. خدایا اگه واقعا ما انسان هستیم، دعای یک ما را قبول کن، امینا را هرچه زودتر وبا بیار دادم. امینا را سال رودک و کلشان نر هستن، امین نرا را نرموری بیاید در افغانستان. نه برای مردم عادی، برای امی چوچای پنجاب، امی بویگنای رشکی، این همی ریش درازا که میگه خدای ما گفته، پیغمبر ما گفته که ریشه نباید قیچی کنی، مویه نباید قیچی کنی. همین نسل موی، این همی نسل پشم، خداوند لعنتشان کنه. این نسل پشم و نسل ریش و نسل موی، اینا چیز دیگر یاد نگرفته، فقط گفته که پیغمبر گفته موی تا کوتاه نکو، پیغمبر گفته چل زن بگیر، پیغمبر گفته پشه را یک چشمش غوطی کده داخل او، آوی پشه را بخور، گوی پشه را بخور. پیغمبر گفته این همه تا از پیش خودشان حدیث میاره. لعنت خدا به اینا. خب چرا امروز من قدلم درد کرد؟ بخاطر داستان دیروز، بخاطر داستان دیروز که من گب زدم ایروم که ببینم این دختر چی میکنه. بعضی ها پرسان کرده بود اگر چطور داستانش بر تو فرستاده و نمیتانه فرار بکنه. یک موبایل در همه خانه ها هست. شاید موبایل از جیب امو ملای کوری پیری خرف گرفته، شاید یک موبایل داشته بیادرش برش داده، یا امگب هسته که میگین چرا فرار نمی کنه، چی تو فرار کنه؟ شما رو آره برش نشان بدین، شما نوشته کنین، کسایی که پنشه رو میشناسین بگو برو پلانی جایی شکایت کن، در کامنت نوشته که خود دختر دیده میره. بلد هستین اعتراض کنین، بلد هستین بگوین چرا، یعنی در نظرتان هنوز هم میرسه که دختر دروغ میگه، ولی بلد نیستین راهنمایی کنین، بلد نیستین که بگوین که از اینی راه فرار کو، اینی کارا بکو، اونو کارا بکو، پیش فلانی کلان برو. نوشته کنین خوب، مگه مردی نیست پنشیر؟ کل مردا که نگریخته، شاید اگان تا مرد باشم. من برای چی او را داستان نشر کردم که در پنشیر؟ به خاطر گفتم مردم پنشیر نسل احمد شاه مسعود هستم، شاید پیدایشان کنه، شاید بفهمه که ملایی که نو زن سوم گرفته، شاید بشناسنشم. دگان کوچه و پس کوچه حمله کنه در سرش، همونجا خفیش کنه دو تا بچه جوان. من کمک مایی بود و تو از ما پرسان میکنی که چطور داستانش بر تو روان کرده؟ خب توبه از مردم ما. خب عزیزان دل، نازنینا، امروز داستان دیگری را دارم از دختر افغان که عزیزان دل در امریکا زندگی میکنه و از شوهرش جدا شده. اینا سال 2021 آمدن امریکا. خب به همو نفرهای که در تیاره آمدن که مرام گفتن که تو هم در تیاره آمدی، ما هم در تیاره خود اوزان انداختم، اینا هم خود اوزان انداختن آمدن. مرا خیلی ها از ایران عزیزان، همین چند تا ویدیوی پول که درباره پول جور کرده بودم که خیلی ها از من خواسته بود که ما را دیوانه کرده پول گفته، من یک ویدیو را، یک تقریبا دو ویدیو را جور کردم در
تیک تاک ماندم که زیاد از هم مردم پول نگیرین، همین ایرانی های افغان هایی که داخل ایران هستن. گفتم همین مردم بیچاره راست به کار کار میکنه، جان میکنه، خودتان دارین مخومه فامم کلی کسایی که در ایران سالها هست میشینه، اینا زندگی دارن برای خود. این بیچارهایی که نو اومده به خدا کرای خانه نتا اینا را در بیرون مندازه. من خب میفهمم ایرانی ها این کار نمیکنن اگه همسایه افغان داشته باشه. اگه کرای خانهش یک دو مابا نه در خانهش بوره که من صاحب خانه جان من کرای خانه ندارم میتونم مای دیگه بر تو بتم، میگه ها مشکل نیست اینی قید دیگه در روش بان بتی. در امریکای خبران نیست اگه کرای خانه را نتی جول پلاستم و کلانتر یا همو کلانتر محل همو شریف میاید در کچه هم اندازم. من یک ویدیو جور کردم که تمام ایرانی های افغان های عزیزی که داخل ایران هست مرا دو زدن که تو چرا روزی ما را قطع کرده از طرف خارج. خوب عزیزان دل، من تقریبا تمام مردمی که از افغانستان بود داخل ایران زندگی میکرد تقریبا تمامش چه فامیل من چه بیگانه چه خودی که من دشمن شد و مرا دو میزنن. خیلی هایشان در تیک تاک نوشته میکنن که ها خودت در تایاره خود اوزان انداختی رفتی امریکا حال ما رو میگی. این همی دخترم یکی از امونا هست که با هم دیگه خودمو تو در تایاره اوزان انداختیم آمدیم امریکا. خوب عزیزان این رو برای چی گفتم؟ به خاطر که خیلی ها خیال میکنن که من سال 2021 آمدیم، خیلی ها خیال میکنن که من در مو تایاره ها آمدیم. خوب باش خیال کنن. من به گفته فرزانه جان خواهر زیبای من که گفته بود که چرا میگینی در تایاره خود اوزان انداخته، خواهر من سیتیزن امریکاست و یک امریکایی هست. من میخواستم برش نوشته کنم خواهر جان، میگه دانی دروازه را بسته میشه کرد ولی دان افغانا را بسته نمیشه کرد. اگر در ایران اینا گپ نمیزنه ایرانی را اینا از ایرانی ها میترسن و خدا اگه اینا از ایرانی ها نترسن، اگه اینا ایرانی ها را چی چیزایی بگن چی چیزایی نگن، اینا تو مردم هستن، دان اینا بسته نمیشه. ملک خودشان طالب گرفته و رفته برای 3 میلیون تومان رفته در که 50 دلار ایران امریکا میشه، میره در مرز سوریه، در مرز سوریه ها میره کت اسرائیلیا میجنگه خود رو در کشتن میته که ایرانیا خوش شون. ایرانیا نه اینم دولت ایران خوش شون. اینا هم تو مردم هستن. تور مسلمان که میگه این همی مردم هستن، میگه خدا در تیاره انداختی اوزان کرده آمدی. خب عزیزای دل، خب من اونم قیمت داشتم در تیاره خود اوزان انداختم، من و امثال من اومدیم. حالا شما چرا میکار نمیکنین؟ چرا میکار نکردین؟ خب ما باید یک چیز بگویم، خب زور میتن ولی خب چه بگویم دیگه؟ چه بگویم براتان که شما راضی شوین؟ ولی من حقیقتا میگم اگر خواهرای من از من خواستن و ما آمدم گپ زدم هیچ وقت ناراحت نیستم که من بگویم که چرا مثال چرا که ایگه به مزدم و خیلی ها از پیش من ناراحت شدن. برای من مشکل نیست که شما از من ناراحت شوین یا از من خوش شوین. من اگه به حق زدیم. بعضی هایتان میاین اعتراض میکنین و اعتراضتان بروی چشم. اعتراضتان بر من کدام خدای نکرده توهینی نیست. بکنین، اعتراض کنین، کامنت کنین، دو بزنین، هیچ مشکلی نیست. خب عزیزان، خواهر عزیز ما سال 2021 که میاین در امریکا دورو برش هم میبینه. این دختر تازه تقریبا حدود 4 سال میشده که کتزی مردک آرسی کرده بوده که اینا چانسی با این مرد بی غیرت چینا چی تو خود در تیاره میرسانه او را خدا میفهمه. خب اینا 1 سال کتی مردک زندگی میکنه چون ای تا 1 سال اینا در کمپ بودن و در دیگه جایا بودن و بالاخره اینا برآمدن از کم. اینا که از کم برآمدن این دختر چهار اطرافش میبینه و مکتب میره و اینا در ایالت کالیفرنیا نیستن، بیرون از کالیفرنیا هستن. حالا نمیخوایم بگویم چون کلتان زیادتردان میشناسین هم دیگرم. اینا عزیزان دل مکتب هم میبینه و چهار اطرافش میبینه این دختر اولاد نکرده بوده چون این دختر بسیار خورد دشویی داده بوده. یعنی دختر 12 ساله بوده که ایر عروسیش کرده وقتی که اینا 4 سال بوده که در افغانستان اینا وقت امریکا میایه، یعنی اینا چند ساله بوده؟ 4 و 12 میشه
شانزده. اینو 16 ساله که میان در امریکا، اینی دختر 16 ساله بوده یا 17 ساله که اینا مکتب میرفته. کلگی برازی میگفته که تو چند ساله هستی؟ جستشان بسیار خورد و اما تو بسیار مقبوله که یک دختری هم تو نی قدش بلند نی دیگه متوسط نی کوتا متوسط هستم. خیلی ها از این میپرسه که ها تو دختر چند ساله هستی؟ میگفته که خب من شوی دارم. بعضی ها پرسان میکرده و گفته خودش که میگمه اسپانیایی زبان ها از من پرسان میکرد که خب تو چند ساله هستی که شوی داری؟ و این دختر خود جمع جور میکرده میگفته که خب من 15 ساله یا میگفته 16 ساله. وی اینا میگفته اینجا خب غیر قانونی هست، چرا تو عروسی کردی؟ میگفته خب من در افغانستان عروسی کردم. خب اینجا با فامیلت آمده؟ نه دل اینا میسخته دهی بعضی هایشانی را سرشم تو میکرده. وی چقدر بد وطن شما، چرا دختر خورد عروسی میکنه؟ بازی میگفته من 12 ساله بودم که عروسی کردم. وی شوید باز چند ساله بود؟ بازی میگفته شوی من کلان بود. خوشی چند ساله بود؟ نمیفهمم. خوشی چند ساله است؟ نمیفهمی. نه خود امی که وقتی آمدیم در امریکا خود 22 ساله گفت. باز اینا از پرسان میکنه که خب یک روز عکس شوهر تا بیار ما نشان بده که یک روز میاره. یک زن اسپانیایی زبان دهی میگه وی 22 نیسته. خب مقصدی میفهمه 22 نیسته ای. He's older than. چقدر؟ بعضیشون میگه 35 هسته، بعضیشون میگه 40 هسته. خدا 22 گفته. سرمری کچل ببین، موی و ریش و برودی را ببین و رقم رفتاری را ببین. خب چهره فرق میکنه عزیزان. 22 ساله مرد چهره بچگانه داره، ولی مرد 35 40 که باشه خب چهره مردانه میگیره در خود، باز به خصوص یکم تاریکتر باشه و اینی پوستش تیره باشه. هر کس دهی دختر دل میسازنه وی ایره سیکوشویش سیکو، ایره سیکوشویش سیکو. در داخل مکتبی که میرفته یک مردی که امریکایی نبوده، از اونایی که زبان یاد میگرفته و از یک کشور دیگه، یالی نمیگم که یالی کلتان باز دوباران میکنین. این مرد که طرف این میبینه یک دو بار از این پرسان میکنه که شوی تا خوش داری؟ ای میگه اول خو میگه آه خوش دارم. تو چی تو 12 ساله او را چی تو خوش کدی؟ تو 12 ساله او ایقه کلان، خب من مطمئن هستم ای خوچیل هست یالی. بعد قصه میکنه کسایی که فارسی میفهمیدن میگفت آه وقتی که مرا برد و بسیار مخورد بودم، مرا بسیار میزد و بسیار لد میکرد. از کدی هر کس همی دردایش میکنه و با هر کسی قصه میکنه که آه بسیار مرا میزد و بسیار لد میکرد. و خب دختر افغان است، یک دختر 17 ساله وقتی میبینه یک برش محبت میکنه، خب میخواد که درد دل بکنه. این دختر با کسی درد دل نکرده بوده، شاید با مادرش خواهرایش و پدرش درد دل میکرده، ولی کو گوش شنوا کلشان میگه شویت هست، ما پیسه گرفتیم تو رو سودا کردیم بساز و بشین. خب این دختر مردکه دهی میگه که تو رو دوست داشتی؟ آه اول خب میگه آه پسان که مردکه میگه شتو توی رو دوست داشت؟ خب دوست نداشتم، خب مرد شوی داده بود چی کنم؟ خب میگه چرا کتایی میشینی؟ میگه خیلی چی کنم؟ میگه جدا شو برو پیش دولت بگو من رو نمیخوایم. دختر مقبول یک این دختری رو رفته میره دخانه که میره، البته ای رو تا گب میشه کتشویش میشینه کتای غول بیابان قصه میکنه. این غول بیابانی رو خوب زیر مشتلقت میگیره که او کی هسته؟ ما فردا میایم در مکتبت به خدا او رو چیز جورش کنم که پدر او رو پدر نالد و مده زن مر میگه تو صبح با هم میریم. خب خلاصه ای دختر ترس و لرز و بگیر و نمانده. ای دختر میگه او کی هستم و باید ببینم. ای دختر ایشویش که تزی میره در بست و خب خلاصه در وقت میرسه در مکتب که مردکه منتظر اینا هستن، منتظر این دختر هستن. ای مردکه تا ای مردشوی ازی رو میبینه کتزی سرش پایان مندازه که من برم طرف امی صنف که مردکه دنبالش صدا میکنه و فلانی استاد شو میگه امو هستم. زنش در ترس و لرز میگه امو هستم. مردکه در داخل مکتبی مردکه دیگر از یخنش میگیره که تو چرا در زن من چشم داری و زن من میگه که چرا باشوی زندگی میکنی؟ اینا مشتو در یخن میشه و این مردکه در ایشوی ازی میگه که خب ما چیزی حقا گفتیم، او رو ببین تو رو ببین یک دختری کم سن و سال، حالا ما دروغ نمیگم، حالا یک چیزی گفتیم. کتم این مشت گیرم میزنه دم لوپ از این
بنده خدا را که مردم جمع میشه و پلیس میای مردکه را میگیره و ایره میفهمه که از کیا هستن و از همون نفرایی که نو آمده و از همون اشیا. زن هم گرفته میبره و اینا هم گرفته میبره و این نفر هم گرفته میبره. وقتی که نفر هم میبره ایره میگه که چی شده؟ آی این زن مرا گفته که چرا شوی تو پیر است و تو جوان هستی؟ ای بردکه میگه نیمه نگفتیم. ما هم گفتیم که تو چند ساله بودی که عروسی کردی؟ در سنفی های دیگهش میگفت. ما شنیدم دلم سوخت، ما گفتم تو از 12 ساله خو کسی را قبول نداره، اگر تو رو فروخته خوب برو شکایت کن. خوب خلاصه چی بگویم برتان؟ دولت میمانه که چی کنه؟ یک بوکسی هم زدن دولت دهی اختار میته که اینجا امریکا است، خیال نکن که اینجا افغانستان است و تو میتانی هر کس با مشت لغت بزنی. خب میگه خب این زن ما رو تو گفتم ده ما افغانا بسیار بد است که ما یک زن ما رو بگوی که تو چه روشی تا گرفتی. زن ما است ما ایر از افغانستان آوردیم و تو کردیم و خب اینا میگه چند ساله هستم. مردکه میمانه که چی بگویه؟ خب خود مردکه خود 22 معرفی کرده. طرف دختر میبینه میگه تو چند ساله بودی که عروسی کردی؟ دختر میگه من 12 سالم. میگه او یه چی قبود؟ میگه همه قبود. میگه خو اگه این خود 22 معرفی کرده، اگه یه همه قبود یعنی چی که همه قبود؟ میگه وقتی که من رایی گرفتی هم تو مویاش کل بود، موی نداشت. خب خلاصه مردم امریکا زیادتر مردم افغانستان رو میشناسه که او کشور چه خبر هستم. مردکه رو میگیرم میگه ما ببینیم که زن تو رو میخوای یا نمیخوای، یا توی رو دوزی کرده یا در زور گرفته یا لی از تو میترسه. دختر جدا میکنه از این میگه توی رو خوش داری؟ ای تو رو میزنه در خانه. میگه مرا بسیار زد دیروز. کجای زد؟ بدنش نشان میده که قدر ای را زده با مشتلقت که هر جای از این تا جایی سیایی دم و بغلای روی از این هر جای از این مانده هم چادره که کم تو پیش کرده ای را زنا پس میکنه که میبینه هر جای دست از این مانده. بدن از این را میبینه که دختر بسیار لط کرده. میگه ای تو را همیشه هم تو لط میکنه؟ میگه دیگه کجا تو را لط کرده از روز که در امریکا آمدی؟ من را داخل کمپ بسیار زده. دیگه کجا لد کرده؟ آه مره اونو اونجا بسیار لد کرد. تازه که آورده بود مره بسیار لد کرد. مره همیشه میگه که اگه من بفهمم تو در مکتب کتی کدام مرد گپ میزنی چشمایی تو رو میکشم. خب خلاصه این مرد زندانی میشه و این دختر جدا زندگی میکنه و جدا میکنه از این. ای را میگه دیگه تو حق نداره اگه تو نخواهی طرف تو بیایه. اگر تو میخوایی ای را که بایی زندگی کنی خب هیچ مشکلی نیست، زندگی کن. اگر نمیخوایی اینجا امریکاست، اینجا از کسی نترسی، اینجا یک زن افغان آزاد است مثل یک زن امریکایی. وقتی که دختری را میشنوه میگه شما از ما مواظبت میکنین که این مرا کدام ضرر در من نرسانه مرا نکشه، میگه آه پشت نمیتونه اینجا امریکاست، حتی تو نخواهی ما میگیم از امو کوچه تو نباید تیر شوه. خب خلاصه دختر میگه اگه او تو هستم از این طلاق میگیرم. البته این اتفاق میفته بعد از اینکه اینا از کمپ میای بیرون. این تقریبا حدود یک سال و نیمی که اینا در امریکا بودن. خب ای از این طلاق میگیره و این دختر مکتب میامده میرفته. مردکه که از شوهر از این لط خورده بوده و بسیار ای از این دور دور میشته که چرا این قگبه که من زدم چرا رفته در شویش گفته. خب خودشیرینی افغان ها یکم دارن. اینم یک گبه که مثل یک خورخونده که برش بگوین زنای کلان کلان کتا کتا زنا اونو رو میره در شوهرش میگه فلانی اینی تو مرا گفت، ما باز برش اینی تو گفتم. مثل که یکان کس میره یکان زن پیش یک زن گریه میکنه که شوهرم بد است، نه نوی بقا بد است، به خدای جزگب نمیشه، یه تو یک مردمی خراب هستن. مثلا پیش من میگه باز من برش میگم خب خور جان اگه ننویت بد است خود خانیت نمون، شوید بد است جدا شو، طلاق بگیر ازش، خب امریکا و اروپا است افغانستان که نیست. بعد هم میره که شویش میاد میره بر شویش میگه میفهمی دیروز مرا اینمی زن چی گفت؟ کدام زن؟ همی زنی که در سوشال میدیا هست در یوتیوب چی گفت داره؟ مرا میگه نه ننوی تا در خانت بان نیک از شوی زندگی که طلاق بگیر جدا شو. بعد شوی از دی فکر میکنه میگه خود چرا تو رایی تو گفت؟
گفت دیگه هر جای مرا میبینه میگه تو خودت مقبول هستی، شوهر تو بدرنگ طلاق بگیر، اینی تو خوش زبان و یه تو شیرین هست، خودم میخواین شیرین کنن، ولی خبر نداره کی مردکه هنوز ویدیوی مرا ندیدن، ولی دیگه هر جای میره ویدیوی مرا هم تو خوب داروی میره پیش که ببینه که چی گفت، ای زن چه قسم زن است کی زن مرا آمده. دیگه ای مرد شوهر از زن فکر و ذکر از این ویدیوی از من میبره و در کجا که من یک دو بزنه و در کجا بر من پرپوز کنه و در فیسبوک مسیج کنه و که من باش که این زن مرا تو گفته باش من خودی همی رو ببینم چی میگه ای؟ سلام خوب هستی قندول جگر. این زنای افغانستان زیادترینشان دور از خوبایشان باشه به عقل هستم. خب این مردکه در این ربان میگه این ربان ازی بگو این دختر میگه مکتب میروم این مردکه از من دور دور میشنه و چپ چپ طرف رو میبینه و سلام میکنم یکان دفعه جواب سلام نمیته و خب بالاخره تقریبا یک سمستر ما با هم دیگه درس خواندیم ولی جایش علیش کرده بود بیخی سمستر دیگه ای سنفش علیش کرده یعنی چنج کرد گفت من دیگه در این سنف نمیایم این ممکن است این دختر یکان جای دیگه مرا لو بته من در بلا بروم یا دولت بر از اختار داده بوده شایدم که دخالت نکو یگان چیزا بوده. خوی دختر میگه که من رفت آمد میکردم مکتب ولی شوهر از یک چند مدتی را زندان بوده و بالاخره ای را دپورت نکردن و برزه اختار داده و برزه کار پیدا کرده که سرگرم سر کار میری و مثل آدم صبح میری و شب میای کرای خانه تا میتی و نمیفهم دیگه چیز دولت بر تو کمک نمیکنه مواظب باش که دست از پا خطا نکنی که اینجا تو رو ما آدم میکنیم موی موی تکل که برو برود مرود تا بزن شریرش میشه تا بزن تو نگرد که در داخل والمارت و هر جایی که تو کار کنی مردم از تو میترسن اینا رو من میگم شاید نگفته باشه برش. خب این کار میکرده این سرگرم خب مردکه ترسیده بوده دیگه خب هم ترسیده بوده هم میگفته خب شاید مرد دپورت کنه اگه من یکان کار کنم و هم کت فامیلش گپ میزده که آزن من تا آمد و از من جدا شد. فامیلی از دخترم از اونجا برش زنگ میزده و ده و دشت نام و دیگه که چرا جدا شدی و چی میکنی حال ایشویش ده اونا میگفته که یک مردی فلانی از فلانی کشور او را بیرا کرده و زن دختر شما خراب شده و دختر شما خود در بغل هر کس و ناکس میندازه شو و شو خدا میفهمه کجاست. این دختر فامیلش از اونجا جنگ زنگ میزده و ایره ده و دشت نام که شیر ما را در تو نمیبخشیم و تو را دعا نمیکنیم و دعای بد میکنیم و تو باعث لکه ننگ تمام مردم افغانستان هستی و تو سر فامیل در خاک زدی و خب خلاصه این دختر از بس که اینا میگه و ایره در کیس ورکرش میگه و اینا میگه و ایره دمو کسایی که رو کمک میکرده اونا برش میگه خب بلاک کن فامیل تا چرا بلاک نمیکنی بلاک کن کل اگر بلاک کن سم کار ده که داری ما ایره علیش میکنیم بر تو چنج میکنیم اینا بر تو کلان دپریشن با وجود میاره. این دختر کلگی رو بلاک میکنه و این خب در داخل مکتب کسایی که کتازی بسیار گپ میزده او بین اونا یک ولوله شده بوده که این دختر خبر زود میبره موازی باشین از دوری کنین. در داخل مکتب در داخل صنف کلان میگه یک نفر کتما گپ نمیزد از ما دوری میکردن تا جایی که میتونستن حتی می اسپانیایی زبانا که مردکم بر از اونا گفته بوده که سعی کنین از دوری کنین ای هر چی شد میره در پیش فامیلش پیش هم مردم قصه میکنه در ای اگه دلتان بسوزه ای شما رو در بلا میته مرا درگیر پلیس کرد. خب هیچ کس کته ای گپ نمیزده. یک روز دختر میگه وقت رفتم بیرون که تو یگان دانه چیپس چیزی بخرم که بخورم هیچ نه دوستی نه آشنایی افغانا بودن افغانا هم از من فامیده بودن که جدا شده افغانایی که نه اومده بود از من دوری میکردن هیچ کدامش با من سعی گپ نمیزد. یک چیپس گرفتم همونطور رفتم که امی مردکه در بغل دیوال همونطور تکیه کده تا من را دید بغلش دور داد رفتم سلام دادم گفتم چرا از من ناراحت هستی؟ گفت دیگه امرای من گپ نزن چی بلا دختر افغان بودی تو چی بلا بودین شما افغانا هر جا هستین اینا تو مشکل ساز هستین. گفتم به خدا من همونطور فقط از دانم در آمد و نمیفهم چرا تو شد مرا ببخشین معذرت میخوایم. مردکه گفتم مشکل نیست. گفتن نه هیچ کسی کت ما در مکتب گپ نمیزنه من بسیار تنها هستم هیچ کسی نیست که کت ما دوست شوه زنایی کت ما گپ میزد از روزی که شما صنف اعلام کردین هیچ کسی دیگه همراه ما گپ نمیزنه از ما دوری میکنه چرا پیش کلگی گفتی که خوب دختر نیست این کارو نکنین من تنها هستم میفهمین که
من اینجا هیچ کس ندارم، فامیل من رو بلاک کردیم، هیچ کسی نیست که من کتش گپ بزنم. خوی مردکه دلش میسوزه، میگه من یک سری که تو گپ میزنم در یک شرطی که دیگه هر چی که گفتیم بین خود ما در مکتب باشه، که کس دیگه نمیگی. دختر میگه خوب. خب مردکه میگه خوب، ما تو کست ما میاییم در سنفتان، اون نفرهایی که اونجا بسیار که تو اول دوست بود که تو اونا گپ میزنم، که چرا با تو گپ نمیزنن؟ تو خوب دختری بعدی نیستی، تو در شرایطی کلان شده که خوب شاید هم قسمو از دان تو گپ کشیده. خوب روز دیگهش مردکه میایی در سنف اینا همی خود صبان و خود شیرین میایی، میگه که پیش از دی البته که سنف شروع شوه که دی زنای اسپانیایی زبان بسیار یک زنای امتا خوشخوی و خوشخلق هستن، اگه مرد مردی طرف های ما را ببینه بسیار کتو خوش رفتاری میکنه، خیال میکنه که اینا مردم های لور هستن و پیسه خرج میکنن و پول میتن و یکی دیگه از شعرشان خوششان میاد که قدا اینا بلند و مقبول و زیبا هست در خود میرسن. میره که اینا گپ میزنه، میگه دختر تنها هست، نکنین فامیلش بلاک کرده، هیچ کس نداره، افغانا با اینا گپ با این گپ نمیزنه که جدا شده، با این خوب رویه کنین. این دختر میگه من تنها بودم. خب خلاصه اینا در دور خود دوباره ایره میگیره و این چند وقت اینا با هم دیگر جور کم 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 این مرده که ایره میگفته چرا طلاق نمیگیری، این مرده که برای پروپوز میکنه، میگه من یک مرد مجرد هستم که از زنم طلاق گرفتیم جدا شدیم، ما حدود تقریبا 6 سال است که ما نه دوست دختر داشتیم نه زن داشتیم، اگر بخوایی که ما عروسی کنی یا دوستی کنیم، ما مثل یک دوست تو را خوب میبینم و که تو خوب رویه میکنم و هیچ وقت بر تو ضرر نمیرسانم. چون این دختر تنها بوده و گفتم من باش یکم فکر کنم، کسی را که ندارم من کتش مصلحت کنم و اینا خب بالاخره با هم دیگه دوست میشن، با هم دیگه دوست میشن. این مردم از سر شوی از هم کده کلانتر، که یعنی اون شوی قبلش اگه 40 بوده باشه خب یک 50 بوده. خوی بالاخره از تنهایی و از بیکسی دختر افغان با این دوست میشه. با این دوست میشه چند مدتی که هر افغانی رو میدیده داخل مکتب وی خاک به سرت. وی او کی هسته؟ خب دوست هستیم. او چی تو دوست هست؟ از او که دکشوید خوب بود. بعضی ها در گوشش میگه، بعضی ها تو میگه. خب خلاصه این دختر ای را در سرش بد میخوره. در سرش بد میخوره. تقریبا یک 8 ماهی را که این مردکه دوست بودن که دخترای افغان که قبلا کتزی گپ میزده، کتزی میگه که دوست شدی چرا با یک افغانی جوان دوست شو، با یک فارسی زبانی جوان دوست شو، با یک هندی پاکستانی، اخی پیر پاتالی که پیر است چور شده امروز سبایی از کرم میره، یعنی از همه کار میمانه، از همه کار میمانه، حالا چی هسته این خودی پیر پیر همه تو کتازی دوست شده چی میکنی؟ دختر مقبول هستی؟ یک زن کلانی رو یک روز گیر میکنه، دختر مقبول هستی؟ جوان هستی؟ شی کردنی هستی؟ من خود مبر تو شی پیدا میکنم، یک لغت بزن او رو دندانش نه در یه جای وربان نمانده او رو او سکو. این دختر که یک بار دو بار میگه، این دختر در این میگه، میگه من دیگه کت تو دوستی نمیکنم، کلگی در سرم خنده میکنم که پیر هستم. خب خلاصه مردکه میگه خب پیرستم نکو دوستی، اینا جدا میشن دوباره بین خودی افغانی زن کلان افغان که همی زن کم سن سالای ما بوده که دهی گفته بوده که شوی میکنین، من برای تو شوی پیدا میکنیم، قدر شوی است که در امریکا پور است بچه های جوان، قدر قوم های ما است در هر جایی که ببینی برای تو دختر واری میمورن، خود من برای تو شوی پیدا میکنم. خب یکی را از این مردکه که خدا خلاص میکنه، اینی از این مرده که بروکاب میکنه، این پیرمرد پیرپتال بچاره خوب هرچی بوده، خوب با اونان یک دوست خوب است که یک دوستی که کتش پارک بره بیرون بره، نه دوستی که کتو یک جایش او خو کنه و از اولاد کنه، او تو نه، او تو دختر او سن سال و این مرد قکلان خوب نیسته. این زن نیره میگه که من برای تو یک کر پیدا میکنم. خب خلاصه از امو استیدی که اینا بودن، یک بچه افغانی که نمیفهم از قومی ازی بوده از کجا بوده که برزی پیدا میکنه، برزی دختر پیدا میکنه. ایره همی آخرای همی سال 2023 اینا را یک جای میکنن و اینا با هم دیگه گپ میزنه. ای بچه هم سال 2021 آمده، دهی گفته که من 7 سال میشم که آمدیم. ای دختر نمیفهمیده که نه آمده.
میگه من 7 سال میشه آمدیم و زن دی زنم خبر نداشته بیدا بیچاره، یا شاید هم خبر داشته بودم دی نمیگفتم. این دختر میگه من می پالیدم، میگفتم اگر کس سال 2023 اگه آمده من نیکت شارسی میکنم، نیکت او یک جای میشم، به خاطر که او رقم شویم است و کسایی که از اون جبیه های بسیار اینجا مخالفت ها بسیار میشه. دختر زیرک و باهوش که داستان زندگیشه که نوی را توی کرده برده بوده شوی ازی از بس که نفهم بوده عزیزان، این دختر چیزای قصه میکنه که آدم شاخ در میاره. یعنی من ای را که ای قصه ازی را که شنیدم در نظرم رسید که اینا از کدام افغانای هسته که در سرای در سرحدی های پاکستان زندگی کردن که اینا زن ندیده بوده. هرچی بوده که این دختر داستان خودش قصه میکنه میگه شوی من نمیفهمید، یعنی روز اگر کسی را میدید جرأت نمیکرد با ما گپ بزنم. مادر داشت، خواهر داشتن، بیادر داشت، کلشان روی میگرفتن، رویایشان پود بودن و مرا وقتی که گرفتن اینا مده خانه اینا رفتم شو ای شوی ما تا برق و چراغ گل نمیکرد زیر جاگه در نمیامد. وقتی که تمام چیز گل میشد خاموش میشد بعد زیر جاگه در میامد دیگه مثل ایولا در جان ما میفتد، یعنی در تاریکی در روشنایی طرف ما تا سیم نمیتانیست. اینی تو آدم بودن. من که ای را شنیدم داستان ازیر من گفتم حتما ای در مغارای پاکستان کلان شده یا در سرحدی ها یه جایی بوده که مثل که طالب ها الچه تو زنها را قلف میکنه، اونجا هم شاید زن قلف بوده کی زن ها ندیده باشه. اگه بچه دانشگاه خواندگی، بچه کالج رفتگی، مکتب افغانستان خواندگی چشمش باز هستن، هیچ وقتی نمیخواه او در تاریکی کده زنش یک جای شوه، او میخواه زنش را ببینه. دختر میگه زمانی که مرا آرسی کرده بود که من 12 ساله بودم تا زمانی که ما امریکا نامده بودیم، میگه من ای را یک دفعه ندیده بودم که با ما روبرو بشینه و با ما گپ بزنه. میزد مرا لد و کوب میکرد، ولی اگه یک زمانی که دوتای ما داخل اتاق در میامدیم که خو کنیم برق گل میکرد، میگفت گل کو، برق گل کو. اینی نمیگن من نمیخواست که من ای را ببینم که هیچ قسم آدم هستم. من داغ در دلم هسته که هیچ وقت شویم با من در روشنایی گپ نزده. یک دفعه نگفتم من تو رو دوست دارم، تو مقبول هستی و تو زیبا هستی یا تو چقدر دختری نازدنا یا سفید یا نمیفهم سیاه یا مثلا موی چقدر مقبول هست، در دنیا مرا نگفتم. من نشنیدیم در ظرفی 4 سال اونجا زندگی کردم، 1.5 سال اینجا من از این مرد نشنیدم. خوب عزیز دل یکی را برازی پیدا میکنه که ایام سال 2021 آمده، ای زن پیدا میکنم، ای زنی که میگه او را او سکو من خودم برای تو شوی پیدا میکنم، این را پیدا میکنه. خب خلاصه اینا را برای اینا یک مقدار سودایی بیار و بیار، اینا را یک جای کده خانه که اینا برن نکاح کنن، اینا میرن نکاح دولتی میکنه، این کده بچه یک جای میشه. در تمام شناخت اینا که اینا با هم دیگه شناس میشن 20 روز طول نمیکشه. ببین افغانهای ما چی کارا میکنن در امریکا وقتی که میبینن که یک ضعیفی یا یک دختری نادان است یا یک دختری نو آمده. البته این زن خب چند سال میشته آمده بوده که مکتب میرفته و میگه زبانش خوب بود و گپ میزد و کت دیگرها، ولی من در حالی که من بسیار تلاش میکردم من اندازه او میگفت من تقریبا 4-5 سال است مکتب میخوانم، خود شاید وقت تر آمده. اینا را در ظرف 20 روز یک جای میکنن، چند تا افغان یک جای میشن، ملا میشن، موی سفید میشه، اینا یک دفعه میره پیش دولت بسته میکنن این کار، یک دفعه دیگه ملا صاحب میایه نکاح زیر بسته میکنه. خب خلاصه اینا یک جای میشه در یک اتاق بچه میگیره و اینا یک جای میشه. اینا که یک جای میشن و دفعه اول دوم و سوم خوب بوده، دفعه چهارم بچه میشنه دهی میگه تو زن من هستی. من دختر میگه راستی تو چند وقت میشه آمدی؟ وقتی که اینا عروسی میکنن بعد از او. بچه میگه خب برای تو گفته بودم 7 سال. میگه تو اگه 7 سال آمدی چرا زبانت خوب نیستم؟ تو هم خویش گب زده نتانستی، او روز رفتیم در دفتری که نکای ما رو بسته کرده بود ترجمان خواستی. خب میگه من نخواندیم، حالا یه چیزار از من نپرس. خب اینا خلاصه ایرا که چند باری که اینا بودن در خانه وقتی ایرا میگه که تو زن من هستی، من دوست ندارم که تو با مرد گپ بزنی، دوست ندارم که تو چادر تبانی، دوست ندارم که تو حجاب نکنی یا این تو نکنی و تو نکنی،
دختر بسیار برای دختری که سال 2021 آمده و چی مردمایی را دیده و چی روزایی را دیده، مثل یک پرندهی که داخل قفس نگاه شده باشه یک دفعه تو در قفس باز کو و پرنده را ایلا کو، پرنده آزاد باشه. یک دختر افغانی که از افغانستان میاد مثل یک پرندهی داخل قفس هست. ای پرنده را او برش یک دانه میته و ببینه که بر ما بخوان و ای پرنده ای برش دانه بتا بر ما بخوان، مثل او شده. ای طرف خود کش کرده، او طرف خود کش کرده، فارسی زبان یک چیز گفته، اسپانیایی زبان یک چیز گفته. ای دختر که ای برش میگه که تکو تکو، دختر میگه خوب میکنم هر چیز که تو بگویی من میکنم، ولی به شرطی که مرا هیچ وقت لدوکوب نکنی. مردکه میگه من تو رو لدوکوب چرا بکنم؟ لدوکوب نمیکنم اگه تا جای تو بگفتی نکنی. دختر برش میگه خب بگفتی چه قسمی، اگه مثال ما تو مرا بگوی مکتب نرو، خب من مکتب میرم. تو بر ما بگوی کار نکو، من کار میکنم. مردکه میگه نه، من اگه گفتم کار نکو تو کار نباید بکنی. خب خلاصه اینا چند مدت را تو تیر میکنه و این دختر نمیفهمیده که چند وقت میش آمده. یعنی یک دختری که 2021 خودش آمده و شویشم او شوی قبلی نه، این شویم 2021 آمده، دختر تحقیق نکرده که این 2021 آمده. که یک روز اینا یک جای میرن که یک محافلی کدام کنسرده کدام خواننده افغان بودن، اینا اونجا جمع میشن. جمع میشه 3-4 نفر، میای یک کتج سلام علیکی میکنه، میگه خو این زنت هسته و مبارک باشه و میشناسه ای را. خب ای کی آمده؟ ای از دانش میبرایه میگه ای 2021. میگه خوب کت ما پس یک جای آمده کت ما و تو. کی دختر میفهمه میگه تو که گفتی ما 7 سال پیش آمدیم، اینا چی تو میگه تو 2021 آمدی؟ میگه حالا چی برای تو چی فرق میکنه که ما کی آمدیم؟ میگه من نمیخواستم که کسی رو بگیرم که سال 2021 آمده. میگه چرا؟ میگه چون کسایی که سال 2021 آمده باشه اونا همو هنوز رسم و رواج همونجا رو دارم، من میخواییم شوی من یک ذره روشن فکر باشه. تو چرا دا من نگفتی؟ چرا دا من دروغ گفتی که من 7 سال پیش آمدیم؟ خب خلاصه در محضر که اینا نکاب بسته کرده بوده هم بر از این نگفته بوده که شوی تو نو آمده. اگر هم از این پرسان کرده در انگلیسی و ترجمه کرده و شاید این نشنیده. خب خلاصه دوباره میانه اینا بعد از چند ماهی دوباره کشکشک پیش میایه. کشکشک پیش میایه و این دختر بسیار روزای سخت را میبینه و این بچه را میگه مره نه باید بزنی. دو سه باری بچه میخواد دست روی بلند کنه، میگه نباید مره بزنی. اگر تو مره بزنی من میرم شکایت میکنم از تو جدا میشم. ما خیال میکردم تو 7 سال پیش آمدی. در جانی زن میره در موبین مکتب میگه چرا مرا دروغ در بلا دادی؟ او خونه آمدم. زن میگه که ما چه خبر؟ خونه میگرفتی؟ مگه ما تو رو دشوی دادیم؟ ما قلنت خوردیم؟ میگه من میرم از دست تو شکایت میکنم. تو رفتی مرا در بلا دادی، او نه آمده. او از افغانایی هست، من نمیفهم که او دوز بوده، او از زندان فرار کرده، او چه قسم آدم بوده، او حتما قومی داره. تو میگه ندارم، فامیل من نیست. میگه اگر نیست تو چرا او رو بر ما پیدا کردی؟ خب خلاصه داستان ای عزیزان بسیار دور دراز میشه و ای نو ما با ای بچه زندگی میکنه و اینا از همدیگر جدا میشن. اینا از همدیگر جدا میشه ولی بچه ای رو بسیار اذیت میکرده و که از امی سال 2023 نمیفهم که اینا وسطای سال بوده که اولای سال بوده که اینا عروسی میکنه و اینا جدا میشن. اینا جدا میشن و خب خلاصه ای بچه بسیار برز مزاحمت ایجاد میکرده و ایره دنبال میکرده و تعقیب میکرده و که کجا میره و کجا نمیره و هر کسی با ای گپ میزده و بچه میرفته بر از او میگفته که ای نباید دهی نزدیک شوی، ای زن ما هسته. خب درست هسته ما جدا شدیم ولی ما دوباره با خواهم دیگه جور میشیم. خب خلاصه ای دختر میره شکایت میکنه و ای رو دبلا میته و ای رو اخطار میگیره از طرف دولت. اخطار میگیره که دهی دختر نزدیک نمیشی. دست 100 متری خانه ای را بری ما تو را زندانی میکن. خب عزیز دل برتان، عزیزان ما چی برتان بگویم؟ دختر داستانش بر ما روان کرده و تمام حقیقت بر ما گفته. میگم ما جایی را بلد نیستم که استید ما چنج کنم و بروم.
ده ای استیت که میشنم تمام افغان ها مرا در نام ای میشناسه که ای ده ای ظرف 3 سال یا 2 سال ای دو شوی چنج کردم و یک بویفرند دیگرم ای علیش کردم. همی زنی که مرا در شوی داد ده ای اینمی نام مرا قدر بد کرد در بین مردم افغانستان در همی استیتی که من میشنم. من نمیفهمم چی کنم. آیا ما اگر از دست شکایت کنم هم دولت بر من نمیگه که روز از یک نفر شکایت میکنه؟ البته ای بر من گفت که من چی کنم. گفتم برو از دست شکایت کن. میگه اگر من شکایت کنم دولت بر من نمیگه که تو چرا از دست هر نفر شکایت میکنی؟ گفتم نه. دولت چی میگه؟ دولت وظیفه‌ش هست که تو مواظبت کنه. پلیس امریکا وظیفه داره که امنیت برقرار کنه. پلیس امریکا اندازه یک رئیس جمهوری امریکا قدرت داره. گفتم به پلیس زنگ بزن. انگلیسیت خوب است میگه ها. خوب یاد گرفتم. بسیار خواندیم. گفتم به پلیس زنگ بزن یا در کدام پلیس استیشن برو نامش بیتی برو برش نشان بیتی نامش میفهمی آدرسش بیتی بگو این زن مرا دشوی داد بر من گفتی مرد 7 سال میش آمده در حالی که یک سال 2021 آمده با ما یک جای نمیفهم که ای دوز بوده ای مرد آدم کش بوده ای مرد چی بوده که ای مرد دامی انداخت و حالی هم نام مرد در بین استیت بد کرده بین همی 4 افغانی که هست نه امریکایی و ایرانی و دیگه و دیگه مردم میشناسن نام مرد بد کرده حتی کسی با ما گپ نمیزنه که میگه ای دختر دوشوی علیش کرده و با یک بویفرند پیر دیگام بوده و سعی کنین از این دوری کنین که شما رو در بلا میتن. خب عزیزان ما برش گفتیم برو شکایت کن و از شر خود خلاص کن. خب دختر یال دمو استیت زندگی میکنه. خب خدا رو شکر که او قدر هست که از عهده خود برایم. هوشیار هست. هوشیاریش در این هست که تانست از شوی دومم خود خطا بوده به خاطر که شوی بسیار برازی تا این تکلیف میکرد. با او گپ نزن، حجاب توسو نکو. در امریکا کسی جرأت در خود داده نمیتونه که برای یک زن دستور بده. هر کی که باشه فرق نمیکنه. مسلمان باشی، مسیحی باشی، بیدین باشی، یهود باشی، هندو باشی. او حد خودت قانون باید در قانون احترام بانی. تو برای زنت گفته نمیتونی که ای را بکو او را نکو. ای را بخو او را نخو. اگه خود زن تابعی تو باشه، برای تو اهمیت قائل باشه و تو رو انسان بشماره از تو گپ گوش کنه که خب اگر او گپ گوش نکنه تو نمیتونی ده او دستور بدی. خب عزیزان دل اینی هم داستانی دختری که سال 2021 آمدم و من خواستم این داستان برتان این بسیار داستان از دور دراز بود خواستم برتان خلاصه بکنم. کسایی که سال 2021 آمدین چی بچه چی دختر قانون امریکا را باید بفهمین. باید بدانین وقتی چی مرد چی زن. وقتی که داخل خاک امریکا میشی تو را بر تو میگه که اینجا امریکاست از زن تا نباید بزنی. باید او در گوشت و چیزا را حاویزان کنی. میخوای زن دستو جدا نشه و میخوای زن تو از تو طلاق نگیره. میخوای زن تو پیش تو باشه. خود نرمال کو مثل یک انسانی که در امریکا زندگی میکنی. اگر تو بخوای وحشی باشی مثل اونجا همون روز اول موچه تو گرفته میشه و بر تو اختار داده میشه. هی افغان اوشته بگی اینجا کشورت نیست. تنبان منبان تا جمع جور کن خودتا. بر تو همیتو میگم خواستم این داستان رو برتان بگویم که دختر افغانی که سال 2021 آمده در امریکا زندگی میکنه و خیلی ها برش مزایمت ایجاد میکنه که ای چرا دوشوی چنج کرده و چرا این کار میکنه. کسایی که برای همچین دخترهای مزایمت ایجاد میکنین یعنی عاقبتی خوبی براتان نداره. خوب نیست یک بار تو را پلیس بخواید و تو را بگوید چرا این کار کردی. وقتی که یک زن یا یک دختر یا یک دانه مرد پلیس امریکا در پلیس استیشن بخواید یا بیاید خانش مهری در روی پروندهش میخوره که این نفر در این کشور که آمده اینی کار کرده. او در روی کردیتت میره. او در روی کردیتت میره تا تو زنده هستی تو یک لکه در پرونده تو ایجاد شده.
ایره آویزون گوشتان بکنین، ایره درست ای ویدیو رو گوش کنین و بشنوین. دودش نامم و دختر را نتین، مرا نتین، مردکار را نتین، گوش کنین که ما در این ویدیو چی گفتیم. وقتی در هر کشوری که میدرایی قانون او کشور را با جان و دلت قبول کن. میخوایی که در امریکا زندگی کنی، یک آدم موفق شوی، سعی کن ببین قانون چی هستم، از قانون پیروی کن. اگر شهروند خوبی نباشی برای آیندت خوب نیست. موری اول که در روی پروندت خورد، پلیس امریکا مواظب تو هست که ببینه تو دوباره چی میکنی. دومین بار تو در او کشور کدام اشتباه بکنی، مطمئن باش که تو شهروند خوبی برای اینا نیستی. اینا دیگر نمیخواین که تو را بیای از تو خبر بگیره و تو را یاد بده. او وقت بر تو بسیار گران تمام میشه. کسایی که نوامدین با دقت گوش کنین، امیدوار هستم مرا دو نزنین. کسی مرا دو نزنین، من شما رو یاد میتم. خب عزیزان دل، در کامنت نوشته کنین که کسایی که در امریکا میاین از قانون پیروی کنه، کسایی که در کانادا میره از قانون پیروی کنه، کسایی که در اروپا میره از قانون اروپا پیروی کنین. عزیزان خوبی کنین، از جنگل بر آمدین، در کشورهای آمدین که قانون داره، قانونشان درست خوبایتان، خوبایتانه نمیگم، حالا تنبونایتانه، تنبونایتانه تر نکنین که کل ما را میگم، من کلتانه نمیگم. اما کسایی که قانون مانونه نمیفهم، همیشه قانون جنگل پیش برده، ما برای اونا میگم سعی کنین که زنایتان از دستتان نره، دخترایتان از دستتان نره، قانون بخونین که امریکا چه قانونی داره. شاید یاد نداده برای شما، شاید هم یاد داده، شما پشت گوشتان انداختین، ولی مواظب باشین. پلیس امریکا اندازه یک رئیس جمهور امریکا دستور میده و اجرا میکنه. کسایی که برای همچین دخترایی، برای همچین زنایی مشکل ساز میشین، مطمئن باشین که حتما پیگیری میشن. یک مردی برای درخت کریسمس ما، که من درخت کریسمس مانده بودم، بر ما گفته بود که یهودی درخت کریسمس از کجا خریدین؟ به خدا تقریبا دو ماه، نه یک ماه تیر شده، یک ماه تیر شده، این خود گم شده از سوشال میدیا. ولی من مطمئن هستم که من ایره بلاخره، نه بلاخره، یک روزی من با این روبرو میشم. باز سریم یک گبش که بر من گفته بودی یهودی درخت کریسمس از کجا خریدی؟ کدام مرا دودش نام نداده بود، اینه میره بر من گفته بود. من میخواییم یک وقتی که از این روبرو شوم و بگویم تو از کجا میفهمی که من یهودی هستم؟ چطور مرا میشناسی؟ پدر مرا دیده بودی؟ کاکای مرا دیده بودی؟ دینی مرا دیده بودی؟ و مرا در کدام کنیسا دیده بودی؟ میخواییم امیر ازش پرسان کنم، ولی از سوشال میدیا گم شده. به خاطر که من برش گفتم که آدرس بده، من برای تو گل روان کنم، درخت کریسمس. میخواستم برش یک درخت کریسمس واقعا روان کنم، چون بر من گفته بود یهودی را از کجا خریدی؟ نمیفهم، شاید از تازه آمدگی ها هست یا از قدیما. خب عزیزان، اینجا که آمدین برای کسی مشکل ساز نشوین. افغانای عزیز لطفاً، چون من بسیار افغانا رو دوست دارم، نمیخوایم که نام افغانا بد شوه. وقتی که در امریکا میایین، در اروپا میرین یا کانادا میرین، سعی کنین آدمای خوب باشین. خداوند یار و نگهدارتان تا برنامه آینده که بازم با شما باشم. شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. بروم که خمیر کردیم، خمیرم ترش نکنه. امروز خانه هستم. عزیزان پشتان بگویم کارم دوباره شروع شده و دو روز است دوباره سر کار میرم. یک ماه رخصتی تمام شد. خلاص شد. خدا حافظ. دوستتان دارم. ای